اطرافیان و برخی نزدیکان مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه مسجد مکی زاهدان و ریاست حوزه مکی که چند هزار طلبه اهل تسنن را در خود جای داده اخیرا با انتخاب لقب امیر المومنین برای ایشان و انجام بیعت با او در فضای مجازی سر و صدای زیادی برپا کردند همکارم سعید حالی گزارش می‌دهد به تازگی ویدیویی منتشر شده که در آن یکی از روحانیون اهل تسنن در حضور مولوی عبدالحمید او را به عنوان امیرالمؤمنین ملقب و با او اعلام بیعت نمود حالان که عنوان امیرالمؤمنین لقب خاص اول خلیفه پیامبر علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده و به کار بردن این لقب برای دیگران غصب و جعلی نابخشودنی است هرچند در ادامه آن ویدیو مولوی عبدالحمید نسبت به اعطای این لقب از سوی روحانی مذکور تبری جست و خود را صرفا یک شهروند ایرانی دانست اما رسانه های همسو با سنی های تند رو در ایران و افغانستان بیش از آن که بخش تبری آن ویدیو را بازنش نمایند بخش اعطای لقب امیرالمؤمنین به مولوی عبدالحمید را انعکاس دادند در دوران خلافت عموی و عباسی و ادوار بعد حکام سنی در بلاد اسلامی ام از عربستان و عراق و شام و ایران تا شمال افریقا تلاش کردند خود را امیر المؤمنین بنامند. اما تاریخ ریشهدار در باور عموم مسلمانان غیر از امام علی علیه السلام این لقب را برای هیچ کس دیگری ثبت و ضبط نکرد. جابر از امام محمد باقر علیه السلام پرسید چرا امام علی علیه السلام به لقب امیر المؤمنین علیه السلام نامیده شده است آن حضرت پاسخ دادند زیرا خدای متعال ایشان را به این عنوان ملقب کرد و کرارا خود پیامبر خدا صلی الله علیه و وی را به این لقب خواند با نگاهی به مواضع متناقض مولوی عبدالحمید در دست کم دو دهه اخیر بهتر میتوان فراز و فرودهای مهمترین چهره اهل تسنن ایران را شناخت آنگاه که در اعتراضات 88 در مواردی سمت معترضان را میگرفت اما همزمان با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران هم روابط حسنه داشت در انتخابات ریاست جمهوری 92 و 96 هم با اصول گرایان و هم با اصلاح طلبان کم و بیش همزمان همراهی داشت و در انتخابات 1400 رسما از ابراهیم رئیسی کاندیدای نظام حاکم ایران حمایت کرد. جدیدترین پرده سلسله مواضع متناقض مولوی عبدالحمید حمایت او از سنی های تندروی طالبان در افغانستان بود. طالبانی که در نقض حقوق زنان این کشور به ویژه ممانعت از به مدرسه رفتن دختران آبرویی برای اسلام در دنیا باقی نگذاشت اما از سوی دیگر حمایت از جنبش زن زندگی آزادی در ایران معمای مواضع متناقض مولوی عبدالحمید را پیچیده تر کرد سعید بهاری اخبارشیه